پکڑتی ہے سرزمین حرم خدا کے واسطے آگے نا اب بڑھاؤ قدم نہ جاؤ جانب کفا حسین رک جاؤ سدائیں دیتا ہے کعبہ حسین رک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسوله وحبیبه خیر الانبیاء ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الأئمة المعصومين الغر الميامين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في فرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها ایک صلوات بھی خانن بر محمد و آل محمد اول خما زنی تمام مشروع بزرگوارا معذرت خواہی منم تا میرا ٹریفک بودک کم ذرا ٹائم لگی تاکہ مو انجی دا خدمت شمو بیرسیم دویمنا عرض از ما باز امو هر شاونا مسئله است انشاءاللہ ما ایک سلوات می خان پیش تشریف برین تاکہ برای مومنین که شما بعد مایا جایی دشتا باشن ایک سلوات می خان پیش برین بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد برای خوشنودی قلب مهدی فاطمه با آواز بلند سلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم انشاءاللہ زیارت کربلا با معرفت نصیب شنا باواز بلند صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم اجرکم اللہ انشاءاللہ عزیزان گرامی دیشو مو موضوع گفتگوی خورا در خدمت شما آغاز کردی مو گفتیم که یکی از مفاهیم بسیار عجیب و غریبی که در منی فضای دینداری انسان قچی روی بری موشه مسئله گناه است و متاسفانه این مسئله گناه یکی از مفاهیمی است که برای از مو غلط بیان شده و خیلی قد حقیقتی از این مسئله آشنایی ندارند ما در یک خطای انجام میدم یک اشتباهی انجام میدم در او خود خود ضرر میرسندنم اما خداوند متعال مایا مگه تو مرا ناراحت کردی تو نافرمانی از مر کردی بیا از ما معذرت بخوای انسان باید بیدانه مودی شو عرض کردیم در ذهن شما گر باشه در مرحله اول در قدم اول انسان باید این چیز را باور کنه که گناه در مرحله اول یعنی نابود کردن از خود خود دا اول نه قدم یعنی گناه یعنی ضربه زدن به خود خو خانی از خود خور درو خراب مری دا اول نه مرحله تو باید این چیز را درک کنی بفهمی شیره بفهمی که
خطای از تو یک عملی است که از خود خود یک عکس العمل داره، یک اثری داره، یک اثری منفی داره و او اثری منفی به طرف از تو مایه داره. باید بیدانی اما متاسفانه خیلی از جوانهای از ما امروز یک کانسپتی غلط نسبت به گناه دارن. خیال مونن که گناه یعنی فقط یک مقدار خدا ناراحت میشه، قطره خدا ناراض میشه و بعدم موری خدا راضی مونی بس قصه ختم. نه، این کانسپت نسبت به گناه بسیار غلط است. این باید چینج شونه. در مرحله اول تو باید بدانی که گناه یعنی در خود خود ضرر رسندن، گناه نقصان داره. این باید بدانی یک قسم کانسپت کسته. بعضی های دیگر بس چیرنگ عجیب و غریب کانسپت داره. اونا خیال مونن که اونام شبیه هم زنا است، لیکن کم ذره فرق مونه. اونا مایه مونه که گناه فی نفسه چیزی بد نیه، ضرر نداره مونه. گناه به ذات خود ضرر نداره. خب پس گناه چیه؟ کی ضرر داره گناه؟ آدم که هم زنا پرسان کنه. تو که مگه گناه به ذات خود ضرر نداره، نقصان نداره، پس گناه چیه؟ مگه گناه عزیزم مگه تو خو وقتی که مگه یک انسان دیندار و یک انسان معتقد و یک انسان با ایمان مگه ما قد خدا یک اگریمنت لکایم، قد خدا قرارداد بستنه که خدایا ما زی بعد یعنی دستورات دستور انجام میدم و اگر دستورات خدا را ای آدم از بعد انجام نده ای کار یزی چی موشه؟ گناه موشه. ای کار یزی موشه گناه. یعنی ای رنگ تصور غلط داره کی گناه بد بودن چی دیپند مونه برای زی که ما خودم دین را در او قبول مونم. آیا ما اعتقاد برای خدا پیدا مونم یا نمونم؟ آیا دین را ما قبول مونم یا نمونم؟ اگر دین را قبول کردم در من فضای دین داری مادم خود را یک اگریمنت قد خدا کردم، ما دیندار شدم، برای خدا اعتقاد پیدا کردم، یک قرارداد قد خدا بستم که زی بعد اگر برای دستورات و عمل نکنم ای کار از ما نامشیر اشتا شونه گناه. و زلبا خودون شم خبر است که دین یک پرسنل میتر انسانه، دین یک سلیقه ای مسئله. یکو گزه گو دین قبول مونه، یکو گزم دین قبول نمونه. و زباد مگا ما چون که ایگو دین را قبول نکدم در من فضای دین قرار نگرفتم پس ما از یک مفهوم خطرناک و از یک مفهوم شوم در نام گناه ما در امان استم. گناه دزم ضرر نمیرسند. گناه خو فقط برای امونایی است که قد خدا یک اگریمنت بسته دین را قبول کده. ما کی دین ندارم برای از ما گناه ضرری نداره. باز امون کنسپت غلط. خیال مونه که گناه فقط مسئله دینی است. در حالی که عزیز من خیال تو راحت کنم گناه اصلا هیچ ربط به دین نداره. گناه هیچ ارتباط به دین نداره. تو چاقو بگر دستای خور کچ کنم آیا تو گفته میتنی که ما چون دین ندارم بس چاقو که دستای خور کچ مونم بس باید درد نکنه دستای از ما، باید خون جاری نشونه، باید دستای از ما کچ نشونه؟ نه عزیز من، ربطی نداره. تو دین داشته باشی دین نداشته باشی چاقو دستای تو کچ مونه. شراب را امروز مدیکل ساینس ثابت کرده که چقدر بد نقصانات داره. حالا قرآن خود 14 سال پیش گفته بود که شراب عقل را زائل مونه. اسلام 14 سال پیش گفته شراب عقل انسان را از بین مبره. امروز مدیکل ساینس تازه ثابت کرده. یک دانشمند اماد از طرف یورپ خدمت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب تفسیر المیزان و شما چرا مگین شراب حرام است؟ علامه طباطبایی حالا بحث های فقهی و علمی قچی زیاد نکد که تا او سمجھاو کنه که حالا اصلی حرام شدن شراب به خاطر مثلا بعضی از مسائل باطنی و خیلی چیزای دیگه که اصلا عقل بشر به زونه نمیرسه. علامه طباطبایی امادمی مزرات و نقصانات ظاهری شراب را برایش بیان کرد. گفت عزیزم شراب عقل انسان را زائل مونه، به خاطر امزی حرام است. این بنده خدا تعجب کرد گفت واقعا شما از خاطر امزی مگیم؟ گفت بله. گفت یعنی 14 سال پیش اسلام میر گفته؟ گفت بله. گفت ما تازه در ملی دنیای وست تکنولوژی پیشتر تازه ما دزی نتیجه رسده که شراب عقل را زائل مونه. چطور زائل مونه؟ شما توخ که نزیزانی گرامی سلز بدن انسان، خلیه های بدن انسان، هر جای بدن انسان که سلز چی خراب شونه اوی صلاحیت را داره که دوباره خود رو ریکاور کنه. هر دست و لش موشه سلز خراب موشه دیگه. ای سلز و ای خلیه ها ای صلاحیت را داره که خود رو دوباره چیکار کنه؟ ریکاور کنه، جور موشه. هر جای بدن انسان، تنها جای بدن انسان که دوباره سلز چی ریکاور نموشه و دوباره جور نموشه سلز دماغ است، برین سلز است.
وشراب ماي چگار منا برين سيل دستور نابود منا خلياي ذهن دستور نابود منا امزو خاطر خداون متار منا شراب نخ ذهن تو زائل بود عقل تو زائل مش ديگر ريكور نموشا الا علاوه از اون رو ثابت شده جگر را خراب کرد هزار بلا دسری انسان میره هزار بلا دسری انسان امی مساله میره خب حالا یک کسی که دین نداره میتونه بگه خب ما چون دین ندارم پس ما که شراب بخورم این نقصانات چی دزمه نمیرسه میتونه بگه میکرم نه عزیزی من تو خدا کنه دین داشته باشی خدا کنه دین نداشته باشی ربطی نداره امو رنگه که شراب اگر یک انسانی دیندار بخوره او را دمزی بدبختی ها مبتلا مونه امو رنگه یک انسانی بدین مگر بخوره دمزی بدبختی ها مبتلا مشه کما این که به دنیای غرب شما روزمین گرن اکثری جرم ها و جنایت ها بعد شراب خوردن انجام میگرم اونجه چرا چون شراب عقل رضایی من نقصان داره ربطی هم در دین است تو نداره خدا کنه تو برای دین اگو دین قبول داره یا نه تو اگو خدا کنه اتیست باشی ربطی نداره یک روایت از امام علی علیه السلام برایشون بخوانم عجیب است واقعا مو اینی چیزا رو نفهمیدین از دین را اینی چیزایش نشندین باور کی نگرم این جمله را مارکس میگفت یا لنین میگفت یا دیوید هیوم میگفت امروز نمیدونم یا استیفن هاکینز میگفت به خدا این آرتیکل ها بارش لکھای میشد اون فلانا چی جمله ای گفته بابا امیر مؤمنان من زی گواه گفته امام علی علیه السلام میفرماید لو لم ينه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان يجتنبه العاقل امام علی مگه اگر خداوند متعال از حرام ها انسان را منع نمکد باز هم مگه یک انسان عاقل باید از اونها دوری مکد چرا چون عقل انسان مگه یاری کار ده ضرر تو یا نکو می کار کی مگه درو گیره امام علی علیه السلام این جمله ای ربطی هم به دین نداره کاملا یک جمله عقلانی و منطقی اگر خدا از محارم و از حرام ها انسان را منع نمکد یک انسان عاقل باید هم مگه بازم باید از کارا دوری مکد چون ضرر شیست چون ضرر شیست کاملا یک جمله عقلانی و بسیار خوبصورت و لوجیکل جمله است انسان یاد از داستان مفته کی یک صلوات بخوانیم بر محمد و آل محمد پروردگار عالم مگه رسول ای حبیبی از ما برو از طرف از ما خدا درو مگه خوب توجه داشته باشین خدا مگه ای رسول ای حبیبی از ما برو از طرف من خدا از جعفر تشکر کن از کدام جعفر امو جعفری که بعدن در نام جعفر طیار مشهور میشه که نماز چی هم در بسیار مؤثر نماز است نماز جعفر طیار خدا درو مگه ای رسول ای حبیبی از ما برو از طرف من خدا از جعفر طیار تشکر کنو خدای به خاطر چی تو درو از یک بنده درو تشکر منی به خاطر چی مگه برو تشکر کنو به خاطر بعضی از خوبی هایی که جعفر قبل از اسلام داشت به خاطر بعضی از خوبی هایی که جعفر طیار قبل از اسلام خوبی ها را داشت رسول خدا مگه چشمه خدا ما یا پیش جعفر طیار می فرماید جعفر خوشا و حال تو خداوند متعال در ذریعه از ما درو از تو تشکر می خواهی کنه به خاطر بعضی از خوبی هایی که تو قبل از اسلام داشتی و خدا مرا گفته که از جعفر پرسان کنو که او خوبی ها چی بود چی بود او خوبی هایی که تو قبل از اسلام داشتی و به خاطر از اونا درو خدا از تو تشکر مونه درو چی بود او جعفر حضرت جعفر تیار مگه یا رسول الله چون خداوند متعال امر کردم زو خاطر ما مگم اگر اونم گفت ما نمگفتم خب چیه و یا رسول الله ما بعضی از چیزها را قبل از اسلام از چی دوری مکدم که بعد از اسلام اسلام منا را حرام قرار داد یعنی خیلی از چیزها را که اسلام حرام قرار داده ما قبل از اسلام من زنا دوری مکدم ای جعفر تو به خاطر چی از اونا دوری مکدی خدا گفته بود تو را نه هنوز دینی نمده بود پیغمبر گفته بود نه هنوز پیغمبری نمده بود خب به خاطر چی گفت یا رسول الله گفت عقلی از ما اجازت نمیداد که ما اونا را انجام بدیم مثلا جعفر طیار گفت یا رسول الله ما قبل از اسلام در زندگی لب به شراب نزدم گفت ما در زندگی مگه لب به شراب نزدم چرا ای جعفر چرا نخوردی مگه چون عقل از ما فهمیده بود که امید نقصان از ما است ضرر داره ما نخوردم نقصان داره برای از ما نکردم یا رسول الله ما در زندگی بت را عبادت نکردم سر به دروی بری سنگ ما خام نکردم یا رسول الله هیچ وقت چرا ای جعفر به خاطر چی چون مگه عقل از ما اجازت نمیداد ما دروی بری سنگ سجده کنم عقل از ما اجازت نمیداد یا رسول الله ما در زندگی گناه کبیره زنا را داشت مبتلا نشدم به خاطر چی
یا رسول اللہ عقل از ما اجازت نہ میدت ما چون دیدم کہ دا ضرر از ما سے ما انجام نہ دادو اللہ اکبر رسول خدا صلوات اللہ مگتا کہ مشنوان گا دستائی خوربر شانی جعفر مینا مہی جعفر واقعا کی تو مگا شایستہ از مقام است کہ بعد شہادت خدا دا منی بہش تردو دا پر بیدہ کہ تو ہمیشہ دا فراز بہشتیا پرواز کنی چرا در او خدا من متعال این رنگ برخورد منقد جعفر چرا خدا در او تشکر من چون خدا خیلی خوشحال شده چرا چون یک بندیش در او دا فایده خود در او کار کده رئی است اگر بنده خدا در نقصان خود کار کنه خدا ناراحت موشه ای جوان اگر دا فایده خود کار کنه خدا خوشحال موشه اما متاسفانه برای از موشمو این رنگ خدا را برای از موشمو معرفی نکده بود توالی بد معرفی کردن خدا را برای از موشون اعوذ بالله تا که تنستن ترس دادن مور از خدا تا که تنستن متاسفانه بعضی از علمای قدیم و همچنین علمای حاضر جوانهای مور ترس دادن از دین از خدا ترس دادن متاسفانه نه عزیزی من دین خدا خیلی نازنین است خدا خیلی خوبصورت و زیبا است خدا خیلی مهربان است خدا خوش نداره تو ده ضرری از خود خود کار انجام بدی چون خوش نداره تو به ضرری از خود خود کار انجام بدی خدا حتی حاضر است برای از تو نظم کائنات خور به هم بزنه خداوند متعال قدر تو خدا خوش داره چرا ازی خدا دور تو تامونی ده من یک روایتی پیغمبر خدا فرمود گفت حیا بسیار چیزی خوبی است هر کس که حیا داشته باشه از گناه ها و از بدی ها دوری مونه حیا هر کس داشته باشه خدا کنه او دیندار باشه بدین باشه فرق نه هر کس که مگه صفت حیا داشته باشه از کارهای بد دوری مونه وقتی نمیتونه از کارهایی که نقصان چسته انسان با حیا دوری مونه این چیزا هیچ ربطی هم به دین کس هم نداره یکی این انسان مگه که ما دین اگر داشته باشم خوب برای ما صحیح اگر نداشته باشم نه هیچ ربطی هم به دین نداره واقعا نمیتونم عجیبه یک روایت خواندم یک روزی پیغمبر خدا پیش اصحاب خود نشسته بود گفت که اگر یک انسان من ترک الخمر لغیر الله سقاه الله من رحیق المختوم رسول خدا مگه اگر یک انسان باید شراب خورده رو برای غیر خدا ایله کنه نه به خاطر اینکه چون خدا گفته نخر و نمخره نه به خاطر غیر خدا ایله کنه مثلا مثل حضرت جعفر وری عقل چی فهمیده که شراب زرار داره امزو خاطر ایله کده شراب خور داره امزو خاطر ایله کده شراب به خیلی خدا ایله کده چی مگه رسول خدا مگه امی آدم را خداوند متعال روز قیامت سقاه الله من رحیق المختوم خدا که شربت بهشتی شیف سیراب مونه اصحاب تعجب مونه یا رسول الله لغیر الله یعنی به خاطر غیر خدا ترکنه باز هم گفت نعم والله صیانتا لنفسه وف به خدا قسم می تره چرا چون در او نفس از خود خور و جسم از خود خور محفوظ میله چون در او در ضرر از خود خور کار نه نه بلکه در منفعت از خود خور کار نه خدا خوشحال میشه قد شراب بهشتی قد شربت بهشتی مباشر سیراب مانه در روز قیامت این رنگ خدای مهربان داریم عزیزانی گرامی چی قدر خوب میشه که اگر مو بچه های خورا دمانی اسکول ها از آفت سالگی قد مسئله گناه آشنا کنی چی قدر خوب میشه که تیچرز پرنسپلز از مو اساتید از مو دمانی اسکول از آفت سالگی بچه را باید قد ازی حقیقت آشنا کراو کنه که عزیز من اگر انتخاب اشتباه کنی این انتخاب اشتباهی تو برای پر زندگی تو تاثیر گذاره انتخاب های خور دقت کده کنه امزی خاطر پرنسپل و تیچرز باید یکم استودنت ها را آزاد بیله بیل خودش انتخاب کنه هر چیز را تو نگیش را استودنت ها را در هر چیز را تو لخمتی ها کده دانش بیدی اونا روز تربیت نموشه بعض اوقات بیلو آزاد بیلو شده یک استودنت را آزاد بیلو تاکی او انتخاب کنه بعض اوقات بیلو خیره اگو اگر در او نمی خانه یک سال ورش آزاد بیلو بیلو انتخاب خودش انتخاب کنه بیلو به جای درس خواندن بازی کدو و نمیدونم پب جی بازی کدو و فلان چیز بازی کدو را بیلو انتخاب کنه درس نخانه ایژوکیشن حاصل نکنه مارکس نیره فیل شونه کلاس فیلو هایش پیش بوره ای پس بمنه پرنسپل از اونج در سرش بیزنه پدر و مادر از اونج ملامت کنه دیگه استودنت ها از اونج مسخره کنه شیره هر روز تنشن کی بگره بفهمه که یار یک انتخابی غلط کدم چی قدر آثاری بد داره بر سر من حاضر میشه
بیزار شون از دست از انتخاب کو قد تمام وجود خو زباد حس من کی یار نه انتخابای خور باید ما زباد سوچا سمجھا باید ما کنم یک انتخاب غلط می تنه پر زندگی مر نابود کنه تو خو ما بدبخت شدم مدا اونو چه مست کی ما زاری من پیش پرنسپل جناب ماستر یک دو دن مارکس بده ما پاس شونم فل بس نم فلان شونم زاری من اونو چه بس تو بری سر جی بیزار یک تذکر بده دیدی بچیم انتخاب غلط کردی اینی نتایج شست اینی آثار شست بچه را آشنا کرو که از روزی اولی کانسپت غلط را از من دماغ شی بدر کنو که گناه یعنی خالی کم زر خدا ناراض مشه که گناه یعنی اگر چار دن مقدسات را زیر پای پامال مونی این کانسپت غلط را بدر کنو از من زین شی تمام روز اصولی دین خوشک و خالی یاد ندی بچه را یاد بیدی بچه را انتخاب استو اثار غلط در بر زندگی استو از روزی اول آشنا شونه باید پدر و مادر باید آزاد بیده بچه را کمو بیش بین خوش انتخاب کنه متاسفانه بعض از پدر و مادرم کلونی بچه را رفته او انتخاب مونه بریش بابا یک دفعه بین خوش انتخاب کنه کلونه را بین بازار بوره برای هر کلونه که دیست خوش گفت ماینر میخورم بخر بریش چرا؟ چون کلونه را میخورم مای بخانه بازی نکچه کلونه در دوز بیده بشه یا میده بشه یا از او کلونه لذت رو لگ چیز انتخاب کردم نقصان کردم بابی من که یک دفعه بری من کلونه بخره حالا خدا خبر دوباره کای بخره دویم نه دفعه که کلونه بخای بخره دقت کده دوباره کلونه بخره سوچ سمجھ کده کلونه بخره کلونه ای بخرم که ده فایده ما باشه کلونه ای بخرم که چهار روز اش لذت ببرم اینی من و اینی بچه وقتی که صبح روز من سوسایتی قدم خوره ایش ده انتخاب دوست خود دقت مونه ده انتخاب اسکول خود دقت مونه ده انتخاب فیل خود دقت مونه ده انتخاب نمینا فلان پارٹی خود دقت مونه ده هر چیز خود بعدو دقت مونه چون خبر داره اگر یک انتخاب اشتباه کنم خانه ما خراب است بله پورا زندگی ما متاثر مش از دست ازی اجازت بدین قد گون حقیقت گناه آشنا کنین بچه را اعظم زیالی ایک صلوات بخاطر بر محمد را خب سوال اصلی از متابال امو است عزیزانی گرامی سوال اصلی از متابال امی است که ما یک خطا مونم درو یک اشتباه مونم که 100% در ضرر خود مست در نقصان از خود مست اما خدا درو در غول مایه مولتو مرا ناراحت کدی بس برای ازی که نئی نماز ضرر خو کار کنم درو قد جهنم مر ترس می درو بریز مر درو پیغمبرار رئی ندرو دستور می در مر درو آدر من مر درو باید اینی تر کنی اگر نکدی گناه است نامشی نامشی درو گناه میله سوال اسلیز متابال میه چرا خدایا تو چرا درو در خول مایی تو درو ما خود خور درو باید بخت منم خدایا تو چرا در خول مایی درو یک جواب شر مودی شاوارس کدیم چی بودا بخاطر چی خدا درو در خول مایی اگر کس بگا آفرین به خاطر شدت محبت خدا نسبت به بنده هایش چون خدا من خاطر خوش دارم بنده من نمیخوام تو در ضرر خو کار کنی چون خوش دارم این جواب را مودی شاو دادی یک دو دن جواب دیگر ما ایم شاو در باری ازی مسئله عرض کرم تا خوب مسئله برای از موش مو حل شونه انشاءالله البته اصلی جواب اگر دقت کنی اونمو جواب دی شاو نست دو جواب دیگر هم عرض منم که اینام کم زر از ذهن انسان نزدیکتر منه یکی از دیگر دلیل هایش که خدا در او مایه حساسیت نشون میده نسبت به مسئله گناه در او قد جهنم ترس میده انسان را در او پیغمبر را در او دستور میده در او امر و نهی مونه در او انسان را برای انسان در او خط و نشان میکشه در او یکی از دلیل های دیگرش این است که انسان از بس موجود سست و تنبل و راحت طلب و آسایش طلب است که بعضی از خیلی از مفادات و فایده های پیش پای خورم لانه میگرنه بعض اوقات ای قدر انسان سست و تنبل است اگر هم بعض اوقات فایده های خود تشخیص بده که فلان چیز ده فایده ما فلان چیز ده نقصان ما است اگر تشخیص هم بده که این چیز ده فایده ما است از بس چون مگه از بس تنبل و سست و راحت طلب و آسایش طلب و آرام طلب است نموره به طرف از فایده خود قچی بازی منه فایده خود از دست میده مفادات خود از دست میده زیر پای منه مفادات از خود خود از بس سست و تنبل است بابا دا فایده تو یعنی این فایده تو یعنی دا نقصان تو نی دا فایده تو است نه چون انسانی راحت طلب است سست و تنبل امام صادق علیه السلام عجیب روایت داره الله صلی الله علیه محمد و علی محمد و
واقعاً عجیبه. امام صادق علیه السلام می فرماید مگه انسان از بس که موجود تنبل و راحت طلب و آرام طلب و آسایش طلب است، مگه اگر این انسان یعنی معده شریف اگر درد نگره، اگر می معده از شدت گشنگی اگر درد نگره نه، مگه از بس که تنبل است مگه قدر دنبال غذا خوردن نمره تا کی ممره، مگه یه قدر سوسته مگه انسان یه قدر آسایش طلب. این خوش شکر خدا که یه دور سیستم تیار کرده که از درون معده بیچاره خود خوش شبقه مونه که بابا یک چیزی بخور بر ممری نالی. اما اگر اونمو از درون درد نکنه نه، امام صادق مگه یه قدر انسان موجود تنبل و راحت طلبه که باید شده نموره مگه دنبال غذا خورده. و که ریزه بود یک بنده خدا یک لطیفه مگفت، مگفت یک آدم بسیار سست و تنبل بود مگه، بسیار آسایش طلب، بسیار آدم سست مگه دل. یک دفعه مگه یک روز یک دوست شماد گفت ما برای تو یک رای حل پیدا کردم. گفت یک اتر تکنولوژی پیدا کردم که بچنه بیزن نان آماده موشه برای تو، بچنه بیزن گفت تیوی تو روشن موشه، بچنه بیزن گفت پنکه داغ موشه، گفت بچنه بیزن تو کرسی مساج میده، بچنه بیزن گفت لایتاق داغ موشه، بچنه بیزن ایتر موشه. گفت 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 شاید این آلی از خوشحالی چوب چوب کنه. دید باز نولی چی کنتا ہے آلی چر نول تو کنتا ہے. گفت گفتم بی بچن رکی بیزنه. گفت امیر برای شیگو دعا پیدا نکنی امیر بچن رکی بیزنه. گفت تو نمودی مازیت موشم عذاب موشم این بچن را دایی دایی ما بچن را بیزنه امیر کی بیزنه. گفت واقعا نمی ترسته انسان نموره دنبالی ازو نموره واقعا خوب مفاهمه امیر فایده ماسته نموره خود مفهم اون چیز ده نقصانی از ماست داشت بال نموشه که بوره خود خود بچاو کنش واقعا نمید امید منه امزی مسئله کرونا وایرس شما توخکین مثلا الحمدلله ده منه شهر از ما و ده منه مملکت از ما خیلی خوب شده وضعیت اما همچنان برال احتیاط شرط عقل است انسان باید احتیاط خور سر جایش انجام بده اینا شرط عقل است خدا هم گفت عقل انسان هم مگر اما ده بعضی از ملک ها که زیاد است داکترهایشان خود خود کشت از بس که گفت که گفت که گفت بابا یک بلایی است حالا بیش از حد ترس دادن او یک سیاسی مقاصد و مفادات دیگه ای بازی ها بودن که خیلی بیش از حد مردم ترس دادن او سری جایش حالا بحثای سیاسی شی ما نمیخوایم کنم انسان ساز وایرس است دست طبیعتی ایجاد کرده اینا هم سری جایش بماند اما بالاخره یک چیزی است دیگه یک چیزی است که در بعضی ها خلاصه کم زر اذیت مونه دیگه داکترایشان کشت خود خود هلت میرسی کشت خود خود که بابا یک وایرسی است در اون نقصان میرسند نه اذیت مونه تو را اگر بگیری نکو ده ضرر خود کار نکو بای ماسک بپش بای سوشل میدیا را رعایت کو فلان کار دیگه کن اما هنوز که هنوز است دمزو ملکا تو خیلی ها درو رعایت نمونه هنی شما خیال نین اونا نمفهمی ده نقصان مونه خوب هم مفهمه درو بس چرا گوش نمونه درو چون بالاخره انسان دیگه موجود آسایش طلب موجود سست موجود آرام طلب بابا مگه ماسک اذیت مونه مرا ما نمبشم مگه چرا بوبشم مگه کی میتنه مگه یک کارار فلان سوست است واقعا نمیتنه پس خدا وند متعال تامین کرنه خدا خو خالق یزی بنده ایده خدا خالق یزی بشر ایده خدا مو فهمه که چی رنگ موجود ای امزو خاطر برای ایزی که خدا وند متعال ای بنده خورا نیل که بورد زرر خو کار کنه ما چی کار مونه مفادات چی را دستورات دین برایش نازل مونه فایده هایش که در فایده از وسته ما یه دستورت دستور دین ما یه نازل مونه عزیز من روزه بیگر واجب است برای تو در حالی که اگر خدام نگه ما بازم باید روزه بگرم چون فایده ایم است عزیزم شراب نخر حرام است برای تو حکم شرعی هم ده الخمرو حرام مثلا ده من قرآن و روایت هم ده چرا خدا ای کار را در اومنه چون مگه اگر ما ایره قد جهنم خود ترس ندم ایره ما اگر ما قد عذاب خود ایره ترس ندم اگر ما ایره حکم نکنم دستور ندم امر و نهی نکنم ایره ای بندی از می قدر آرام طلب است که نمونه ای کار را برای ای مورا خود خور نابود مونه ای برباد مونه خود خوره همزو خاطر خدا وند متعال حالا به تعبیر غلط بنده حقیر خدا مجبور مشه ما یعنی کار را کنه قد ازی بند اگر نکنه ای خود خور نابود مونه ایشو دو ولنه دلیل دویم نه دلیل چی چیه دویم نه دلیل چی است عزیزان گرامی که امی انسانی که وقتی مفادات پیش پای ریز ریزی از خود خور وقتی نمیدانه و او رو وقتی که نمفهمه شما یه توقع دارین که ای آدم یعنی امی آدمی که امی جسم ریزی از خود خور فایده شیر تبالی تشخیص نداده که چی بریزی خوبه چی بدسته شما توقع دارین که ای آدم او چیزهایی که در فایده روحش است اونا رو تشخیص بده او چیزایی که در فایده آخرت شسته اونا را تشخیص بده که آخرت را که ندیده روح را که ندیده خفال بوده فقط روح را احساس مونه مثلا درک مونه شده تو توقع داری امی آدم تنبل امی آدم که امی چیزای پیش پا افتاده را نمفهمه تو توقع داری آخرت را بفهمه بایا
ای باید روح را بفهمه مثلا نمفهمه ای اونین جسته که خدا باز در قول مای دستور میده مگه عزیزم اینی دستور ای را انجام دیدی ای در فایده روح توسته ای خزای روح توسته عزیزم من اینی برنامه و پرگرام که در نام دین برای تو رای کدوم برایش عمل کو آخرت و زندگی ابدی تو آباد مونه خود تو نمفهمی ما باید تو دستور بدم و خدای تو چرا دستور میدی؟ اما اصلی جواب عزیزم چون تو خوش دارم ختم شد رفت من خوش دارم تو بنده ما هستی اینی وجه است عزیزانی گرامی پس اینی مسئله ما باید برای خود چیکار کنی عزیزانی گرامی حل کنی یک صلوات بخوان بر محمد و آل امام زمان علیه السلام برای ظهور امام زمان علیه السلام با آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم خب یک سوال اگر یک انسان دیندار امی مسئله گناهی که تازه مو حل کدی تا یک حد رشیره کمو بیش قد حقیقت چی آشنا شدی اگر امی مسئله برای یک انسان دیندار حل نشد امی مسئله گناه برای یک انسان دیندار حل نشد وضو بعدم وقتی برای دیندار حل نموشه خب برای بدین ده صورت حل نموشه دیگه وقتی دیندار است برای زی حل نشونه برای دیگه چلو فرض کو یک انسان دیندار امی مسئله برایش حل نشد ای رفتک توحید را یاد گرفتک ای عدل را یاد گرفت ای امامت را یاد گرفت نبوت را یاد گرفت معاد تمام اصول دین را ای رچه زد یاد گرفت باور کنین عزیزانی گرامی هیچ کدام از اینا در درد شینا مخوره این را ما شما بگم هیچ کدام از اینا در درد از آدم نمخوره ای به معنای واقعی دیندار نموشه فوقش ای مای تمام از اینا قبول مونه اصول دین را قبول مونه تمام شیر مای قبول مونه خبری چی رنگ قبول مونه در زور قبول نه مگه برای خدا اعتقاد آورده گفته خدا وجود داره پیغمبر شرم برایش ایمان آورده برای روز قیامت تمام چیز را ایمان آورده خبر از بچی مگه فوق شید این ترمایه مگه خدا قد پیغمبر خودیست تدیست یک دیگه داده تا پدر از مر در بیره مرا اذیت کنه مگه چطور مگه خدا از اونجا دراو دستور میده پیغمبر شرم از اینجا ما دستور رو برای از ما ابلاغ مونه از او بعدم مگه اگر برای دستور عمل نکنی تو در جهنم مبرم این یعنی زورگویی مگه خدا در او زور مگه مارا مگه خدا در او سر از ما سر زوری مونه در او مگه نمگه میتر چون حقیقت گناه را هنوز نفهمیده او نفهمیده که به خاطر چی نره خدا مرا دستور میده او نفهمیده که خدا به خاطر چی نره جهنم رش مرد رو ترس میده او نفهمیده که خدا برای چی پیغمبر برای از مرا ایگه ده او نفهمیده اگر این مسئله را نفهمه و برایش حل نشونه خدا کنه اصول دین و از مستو برای زیاد بلد باشه آخرش ما اینمی گبره مگه مگه پیغمبر خدا قد خدا دیست دیگه گده که مرا اذیت کنم دیگه هیچ کار نیه مگه مرا اذیت کنم باور کنه اینمی کار مگه عزیزان گرامی مشکل امروز بشر حداقل بشر امروز حداقل انسان هایی که در عصر از ما در زندگی نه مشکل امروز بشر قد خدا و دین خدا و قد پیغمبر خدا به خدا مسئله خود خدا نیه مسئله این مسئله نیه که خدا را کس قبول داره یا نه این مشکل بشر نیه این جنگ را انسان ها قد خدا نداره که ما تو قبول دارم یا نه اکثر انسان ها امروز خدا را قبول داره بیرو ما شما رو بگم اتیست بسیار کم است دمان دنیا اکثر انسان ها خدا را قبول داره نه فقط قبول کی نه دره کی هیچی من بی خدا را خوشم داره بعض اوقات ما همیش نقد خدا مناجات مونه بعض اوقات ایگو اشتباهی هم که مونه زمزی خدا کمکم میخواه اکثر انسان ها پس مشکل بشری امروز قد خدا در سر اصل وجود خدا نیه مشکل اینیه حتی مشکل انسان امروز برای ازی هم نیه که پیغمبرای شده در عنوان انسان های برتر و بهتر قبول مونه یا نمونه در سر ازی هم نیه باور کن در سر ازی هم مشکل نیه خب پس مشکل سر چیه؟ اگر مشکل سر اصل قبول کردن خدا نیه سر اصل نبوت نیه سر اصل معاد نیه یعنی از لحاظ اعتقادی تمام از نار بشر امروز قبول داره شما اگر بشر را آزاد بیرین او خود به خود مرا وجود خدا را ثابت مونه برای خود کمی دیگم که شرشایم بیدی او برای قیامت هم اعتقاد پیدا مونه شما رو مایم شاو چلنج مونم یک دن آیه قرآن از منه قرآن شما برای از ما بایدن که دایرکت وجود خدا رو منش اثبات کده باشه یک دن آیه تو پیدا نمیتنی منه قرآن که باید فل دایرکتلی یک دلیل برای اثبات وجود خدا داده باشه این دایرکتلی آیات وجود داره
به طور غیر مستقیم خدا در وجود خود ثابت کنه من قرآن، اما یک جای نیست که به طور دایرکت خدا وایا من قرآن وجود خود ثابت کنه. چرا؟ چون یک چیزی واضح هست وجود خدا، هر کس قبول مونه، کم ذره شر تو اسپیس بده و قبول مونه خدا را، زود قبول مونه. این قدر که کتاب های عقاید نکاری شده خیال شما از من آیات بدر کردین؟ نه، تمام از استدلال هر بشر قد ذریعه عقل خود زنا رسیده، تمام اعتقاد دلائلی که برای وجود معاد و آخرت وجود داره دلائل بسیار متقن و مضبوط عقلی وجود داره، اینا بشر قد چیز نشی رسده، قد اقل از خود نشی رسده. پس معلوم میشه مشکل اصلی بشر قد خدا و دین خدا، مسئله اصلی قبول کردن خدا از لحاظ اعتقادی، از لحاظ تیوری، مسئله اصلی معاد و چیزا نیه، مسئله اصلی بشر قد خدا و دین خدا. پس مسئله انسان قد خدا و دین خدا سر چیه؟ جنگ انسان قد خدا سر چیه؟ خدا قد چی چیز قد سر کدام مسئله قد انسانی قدر حساس شده؟ عزیزان محترم، خداوند متعال مسئلهش انسان، مسئلهش قد خدا، می مسئله گناه است. این مسئله گناه است. عرض کردم حتی مشکل انسان ها ایم نیست که پیغمبرار دون این عنوان انسان های برتر و بهتر از خود قبول داشته باشند. چرا؟ چون مثلا شما امی آدمان دنش بگی عزیزم بیاد لازم کار دارم، اش یک سوال پرسان کو بگی یک لازم ریم دین مین را خدا و جهنم و دستور و احکام تمام را یک دفعه بیل سایت نه پیغمبرا تمام را یک لازم بیل سایت ماستو یک سوال دارم، آیا تو قبول داری کی دمنیم زی دنیا بعضی از انسان هاستو گره بهتره؟ چی موگا جواب شو، پوزیتیف یا نگاتیف؟ حتما پوزیتیف دیگه، بگی تو ماد دا دین مین کار ندارم، نبوت و نبیا انبیا امامت مام را کنار بیل فقط امیر، آیا تو قبول نداری که بعضی از انسان ها دمنی از دنیا است تو گده بهتره؟ مگه بله بهتره، خیلی از مگه ده بهتره، و این چیز ناراحتم نمونه شد بچیم نمای از چیز قبول دارم. مگه آن اینمی که یک انسان دارو قبول مونه که بعضی از انسان ها میتن از مگه ده بهتر باشه، او نبوت و امامت قبول کده، او قبول کده نبوت و امامت را، چون پیغمبرا و امام یعنی انسان هایی که از دیگاه گده بهتر است، او قبول کده. پس مشکل انسان ها قد خدا و دین خدا سری قبولی عظیم نیه که پیغمبر از مگه بهتر است یا نه، امام از مگه سر عظیم نیه است عزیزانی، مشکل سر عظیم نیه، باور کنیم. چرا؟ ما شما ایک سوال پرسان کنم، ماشاءاللہ انشاءاللہ کی تمام شما تاریخ رکم و بیش مطالعه کریں، آیا رسول خدا قبل ازی که بلی رسالت مبعوث شنه دمنی جزیرت العرب یک آدم خوب بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ تمام شما خبرین بود. آیا رسول خدا قبل از اینکه مبعوث شونه در رسالت بهترین جوان مکه بود یا نبود؟ اصلا شما سوال، رسول خدا را قبل از رسالت صادق و امین میگفت یا بعد از رسالت؟ قبل از رسالت شیر صادق و امین. پس معلوم میشه قبل از رسالت خیلی آدم خوبیه. اما داستان حضرت الاسود را خوشنیدین که قبائل عرب مایا خانه کعبه را دوباره ریپیر مونه، دوباره از نو تعمیر مونه، آلی ممنه که کی کدام قبیله بایا حجر الاسود را بیچه سپندنه ده کعبه، جمع موشه سری قبائل عرب دیدیم که اونا اون زمان چی قدر تعصبی قبیله ایم داشت، او قبیله گفت ما باید فیت کنم، میره او قبیلهش گفت ما باید فیت کنم، دیست بجاغا شدن و جنگ و جدل و تا هفته ها طول کشید. یک مرتبه مگه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گفت اجازه میدین گفت ما می حجر الاسود را ما فیت کنم؟ گفت چشم بله، کی است تو بده بهتر؟ بیا گفت فیت کنم. در حالی که چند روز پیش امینا جنگ مگر که باید از قبیله از ما باشه، بالاخره رسول خدا خود یک دن آدم یزی گوی مزو قبیله ها بود دیگه، اما تعصب قبیله ای رفت. چرا؟ چون از بس خوش داشتن رسول خدا، از بس که خلاصه قائل بودن که بهترین آدم روی زمین نیست، اما حجر الاسود را نسبت. اما امان از روزی که رسول خدا برای رسالت مبعوث شد و سر صبحیش رسول خدا شروع کرد دستور دادو را، شروع کرد خط و نشان کشیدن را، شروع کرد گناه خطای انسان ها را نامش را گناه ایشتن، شروع کرد اطاعت و معصیت را بادر برایش کشیدن، شروع کرد گفت اگر خطا کردی گناه وزبات تر در جهنم ممری، باید تو از ما اطاعت کردی دست شروع. عرض زمانی که رسول خدا شروع کرد دستور دادن را، بدترین آدم در روی جزیره العرب شد. عرب شد. مشکلی از اونا قد خود شخص رسول خدا نیه. مگه ابو جهل یک روز از بره کوچه های مدینه درو تیر میشد، ای البته بعد از رسالت قصه یه، مگه روز درو تیر میشد قد دوست خود دید رسول خدا هم درو بدر میشد، مگه ایلا بولا توخ قد کسنی خالی دوست شی بود، دید کسنی مگه دبل که طرف رسول خدا رو داغوش رو گرفت مضبوط، مگه بغل کد اک لازه هاری بغل کد از بعد ایلا کد ایچ گد نظر آمد دوست گفت چی شد چی کار کدی مگر قبول کده شیره مگر رسالت چرا قبول کنه؟ گفت نه رسالت چرا هیچ وقت قبول ننم. گفت بس چرا؟ گفت خود چرا خوش دارم. گفت
از بس نازنینم بود. خیلی گفت خوشتر خوشتم. اصلا گفت راحت شدم. از چند دیره میخواستم یک دفعه میرده بغل خوبی. از بس این موجود خوبی است. اما رسالت چه چی؟ گفت نه دیگه رسالت چه خوش ندارم. دستور میده آدم رو میکنم. آدر میدم آدم رو. قبول ندارم خوشتر. بس مشکل انسان ها قد دین و قد پیغمبرا مسئله زیم نیه که یعنی آدم از مگه بهتر است. نه خیلی قبول دار بسیار در راحتی هم قبول. بس مشکل سر چیه؟ مشکل او زمانی تو خو کم ذرا امی انسان کم پیشم ببری بیچاره گور زیاد پسم نه لی قدر خرابم نکنی این انسان کم پیشم ده ای عالم ما قبول درم که آن ما خطا میتنم و ایرم قبول درم که خطا ده ضرری از مسته و حتی ایرم قبول درم که ما باید در صدد جبران از گناه ها خطا هم باید باشم و یار ما قبول کنم ام تو ما پیشم دم قبول کنم که خطا میتنم کنم و این خطای ما نقصانات داره و ما باید اونار چیکار کنم جبرانم کنم مگه چکس پیشم آدم تا اینج مشکل نداره مشکل از کجا شروع میشه مشکل از اینج شروع میشه مگه ای پیغمبر تو چرا نامی از این خطای از من گناه میلی تو چرا برای از این خطای از من از طرف خدا خود دستور میدی چرا مرا حکم میدی چرا درو مرا امر و نهی درو منی اینج مگه جنگ از من دستور شروع میشه نگی مگه مرا دستور ندی دستور ندی مرا مگه ما فهمیدم خود من که خطا منم و خطای من نقصانم داره مرا تو چرا دستور میدی مگه مای اون از اون مگه جنگ انسان قدم بیا شروع میشه به خدا قسم اگر یک نبی بای خالی درس اخلاق بگه یک پیغمبر بای تو من روز بیشنه درس اخلاق بگه خب اخلاقی نکته ها بگه به خدا قد از این پیغمبر هیچ انسان مشکل نداره تمام شر خوش داره مثل لقمان حکیم رو خونام شیندیم لقمان حکیم پیغمبر نبود اما گواهی حکیمانه ای میزد تمام آدم ها خوش نشد هیچ کس قد لقمان حکیم مشکل نداشت چرا؟ چون تمام روز میمد درس اخلاق میداد مردم را باور کنه هیچ مشکل اما خدا و المتعال در منی قرآن مگه هر پیغمبری را که ما رئی کدوم برای مردم و این پیغمبر رفت مردم را امر و نهی کد و امر و نهی پیغمبرا قد هوای نفس بعضی از انسان ها تکراو پیدا کدد اونمو انسان ها و پیغمبر را یا کشتن یا گفتن تو دروغ گویی است اما تا زمانی که درس اخلاق میداد خیلی آدم خوبی بود خیلی آدم خوبی است باور کنی قد از مو طالبین ما هم لامی تر برخورد منه مردم ده منی سوسایتی باور کنی تا زمانی که ده منی معلومو منی فیسبوک کمو بیش اکتیو هسته مجبوریه باید دزو میدانم کارشونه تا زمانی که ده منی فیسبوک پوستای اخلاقی میدی یگو ذکر مگی یعنی ذکر ده برای این چیز خوب استا یعنی فلان ذکر برای فلان چیز خوب استا درسای اخلاقی میدی مثلا مگی تربیت اولاد یعنی رنگ استا مثلا منی مسائل زن شوهر یعنی چیز آر رعایت کن اتر لایک ها موشه پوست آی تو نه ات خوش مونه تو پنج پنج زد نفر شیر مونه بیس بیس تزار ده نبی موشه تمام خوش داره اینو آج جگه چی گبای اخلاقی مونه چی خوب خوب گبا مونه یعنی می خوب ملای مونه دا دیگه چیز کار ندارم یعنی می خوب مونه اما یک روز دا یک دنه از امزی گروپ های فیسبوک یک دنه کم زرم متنازه پوست کدم ریلیتید بود دا بعضی از مسائل جامعه مثلا یقین کو لایک کی خدا خود دا پوزده دانا مردم لایک کرد دا تایشی نزدیکای شستفتاد دانا کمنتی امزوبا دو بیرا و علام دادال خوب نیم آمد یک دنیش مگه خوب شد که تون چهره خونی شود دادی آن تون امزوم اللہ آبو دی که دار چیز چنگاو مشی مو خبر نگ مو خیال کدی تو خالی درس اخلاق می دی باول کنیم تا زمانی که بای درس اخلاق بی دی کار دا حد و حدود الهی دا من جامعه نداشته باشی کار دا هواهای نفسانی بازی دا من جامعه نداشته باشی کار د مسائل سیاسی جامعه نه دشته باشی کار د مسائل اقتصادی جامعه نه دشته باشی کار د مسائل تعلیم جامعه نه دشته باشی بیش نه دیگه ما گوشه مسجد درس اخلاق بگی به خدا ما تو پیسې نه تو میده حالانکه د باندې جامعه مولار کس پیسې نه میده او مولای کې امید بیگم باشه نه بیا مت پیسې نه میده امید زی د باور گفتگو اما تا زمانی که بای د باندې جامعه د حد حدود خداوند متعال دست بزنی تا زمانی که بای د منه جامعه و منه سوسایتی خلاف بعضی از فسادات و خلاف بعضی از منافقت ها آواز بال کنی امزور از باد قدس تو جنگ را شروع منه تو شنه خود تو مش امزور از باد و مونه ای کارا باور کن بارها بعضی ایش که دمنه کمنت دل چی امو تفت دل چی تانه مشه بز این بوکس میسیج من آدم را و فنانی تو یتر و تر فنانه نوزو بلنه باور کن بر محمد و آل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد
مشکلی انسانی امروز قد خدا و دین خدا مسئله اخلاق هم نیست عزیزان گرام. ایرم ما خدمت شما عرض کنم در سری اخلاق هم ما مسئله نداره قد خدا این انسان ها این که انسان با اخلاق باید باشه تمام قبول داره آن مگه باید تمام انسان ها با اخلاق باشه اخلاق خیلی چیزی خوبیه مثلا دمانه فیلم اگر بخوایا یک بد اخلاقی را نشان بده یک کرکتر را میره او را یک چار دانه بد اخلاقی را دمانه رول شی انتر مونه مثلا چار دانه کار بد اخلاقی را منه رول شی داخل مونه نشان میده که اگر بخوایا مثلا نشان میده که یعنی کرکتر بد است دمانه زی فیلم چار دانه خصلت های بد اخلاقی را دمانه زو نشان میده میزو مو یعنی اخلاقی بد قد مسئله اخلاق هیچ کس مشکل نداره مثلا شما اگر انسان رو اینجا بیشن در بگی آیا بزل و بخشش کدو کمک کدن در نیازمندا دستگیری نیازمندا کمک کدن انسان ضرورتمند آیا نه چیزی بدی است یا خوبی است تمام مونه خیلی چیز خوبی است خیلی چیز خوبیه انسان نیازمندا و ضرورتمند ها رو باید چکار کنه کمک کنه خیلی چیز خوبیه اما امی آدم را امی بزل و بخشش کدن در صورت یک حکم شرعی برایش بیان کنی که عزیز من خدای تو برای تو واجب کرده که تو باید از منه مانخو زکات بدی و خمس بدی امی آدم که دو منت پیش مگفتی ناخ چیزای خوبی است ما قدر سو جنگ شروع اینا مگا بازی یا خمس شروع شد مگا باز مگا پای خمس و زکات در قول ورد مگا خب عزیز من چی فرقی داره او هم بزن و بخشش کده او هم کمک به فقرای او هم کمک به نیازمندای این تازه خدا برای تو واجب کده این هم کمک به نیازمندای این هم کمک به فقرای اما تو قبول داره اینج بس مای قد دین جنگ منی داره ویره قبول نمونی چرا یک ویلفیر سنتر اگر واش را از مردم اگر دونیشن بخوای که با این فقرا را کمک کنین به خدا دور رو گروه دونیشن میده لاک ها رو پر دونیشن میده شرا اما اگر یک عالم بایا قد حکم خداوند متعال بایا بگه که خدای تو برای تو واجب کده که تو از من مال خود زکات بدی تا نیازمندان جامعه کمک شونه اونج بس قد خدا در برای جنگ اعلان جنگ منه اونج بد شمایه متوجه مشکل که مشکل چیه؟ مشکل اینیه مشکل سر مسائل اخلاق نیه هر کس خبر در خصاصت بد چیز است هر کس خبر در کنجوسی بد چیز است هر کس خبر در بخل بد چیز است اما اگر اینمی چیز را قد یک حکم شرعی قد یک دستور برایش نازل کنه اینمی آدم اعلان جنگ مونه قد ازو نما گوش نمونم مگه تمام شد رفت بس اینی مشکل است عزیزان گرامی پروردگار عالم انسان را خلق نکده که صرفا یک انسانی خوبی باشه ما برای خوب بودن خلق نشدیم ما حتی برای زیم خلق نشدیم که خطا نکنیم نه خیلی هست هیچ خطایی در زندگی خونه منه خب که چی آخرش مثلا ما حتی برای زیم خلق نشده که سکسسفول باشی من زندگی خون کامیاب باشی در هر بعد زندگی خون چرا؟ چون عزیزانی گرامی انسان در هر مرحله زندگی خود که کامیابی حاصل کنه بعضم دلشی گرفته یا بعضم غمگین است بعضم یک چیزی بیشتر میخواد چرا؟ چون هنوز دزو چیزی نرسیده که برایش خلق شده انسان دمانی ایران چند سال پیش ریسرچ کردن بچه هایی که سیکنڈ ایئر کلیئر مونه اکثر شده ڈپریشن مبتلا مشه الان کی اسلامی ملک است بچه هایی که سیکنڈ ایئر کلیئر مونه اکثر شده ڈپریشن مبتلا مشه چرا چون بنده خدا کی دشتم بود مگفتین الان کی میٹرک کردم ان شاء الله بس ایک چیزی مشه کی اتفاق مفت دید کی میٹرک کم کی رسیدا میٹرک کم پاس مونه ممبر قد خود خمیرم گا کی چی مثلا کی چی شد خب خیره معالی خوب سیکنڈ ایئر میں خائی کرنے دیگا خب چلو بور سیکنڈ ایئر کی کلیئر من ازو بعد باس قد خود ہوگا عزیزم اس سکسس رام کو تو حاصل کرے باس کی چی مثلا باس کی چی یعنی کی چی اور دا ڈپریشن مبتلا نہ چرا چون برای ازو چیزی که خلق شده دزو دابا نہ رسیدا اصل نہ مفاهمه کی ما برای چی خلق شدم امزو خاطر این خوب بیچاره دا سیکنڈ ایئر بعضی ایشی کم زرا هوشیار تر خود کو زیاد بازی میده سیکنڈ ایئر تیرنم بی اے مونا ماسٹرز مونا نمیدونم پی ایچ ڈی مونا د چند سال پیش د جاپان یک دنه ډاکټر یو 70 ساله خودکشی کرد یک ډاکټر بسیار هم کامیاب ډاکټر بود بسیار هم سکسسفل ډاکټر بود منی فیل خو اما د 70 سالگی خود خودکشی نه چرا چون بعد از 70 سال د منی 70 سال ای کامیابی را حاصل کنه او کامیابی را حاصل کنه بعد از هر کامیابی دل شي گرفته بود یار کی چی مثلا تو کی الکاری خوب کی چی مثلا بس خود خو بازی میده خب نه خو یعنی فیل را گرفتی از بعد پیش نشو بور بگیر اون فیل را بور منیش اسپیل سایزیشن کن مثلا خب بور گرفتی که چی بعد از 70 سال این کیچی کیچی شد چیکار کرد خسته کرد آخر میز ختم من خب بابا فایده نداره مگه بیهوده از زندگی چرا این کار را من چون برای از چیزی که خلق شده در زون نرسته بنده خدا تو برای ارتباط با خدا خلق شده تو برای زی خلق نشده خالی یک آدم خوبی باشی
صرف ان ایک آدمی خوبی باشی ای ای بریزی خلق نہ شبید چار دن کامیابی من دنیا حاصل کنی اینا اگر در راستای ارتباطی با خدا باشه تمام ازی کامیابی های تو لحظه لحظه عبادت است لحظه لحظه تعلیم حاصل کردن تو تمام ازینا عبادت میشه چون تو در دو در مسیر ارتباطی با خدا در اینا را انجام بدی و ارتباطی با خدا ارتباطی انسان قد خدا چی رنگ ارتباط است؟ ارتباطی عبد مولا است ارتباطی انسان با خدا ارتباطی عبد مولا است تو باید بدانی خدا مولایتی و تو عبد خدایی و وقتی که عبد شدی وقتی دزی حقیقت رسیدی و حس عبودیت منی تو دست داد اونوزو بعد است که تو تشنه دستور گوش کردن خدا میشی اونوزو بعد در بدر میگشتی خدای دستور چیه وقتی صبح از خواب بیدار میشی اولین توجه تو بدر خدای دستور چیه ما از خواب بیدار شدم دستور بده خدای مرا چرا چون فهمیده ما عبد خدا هستم لذت چر چشیده فهمیده که اگر عبد خدا باشم ریزه کامیابی هم در من زندگی من مثل کوه وری بریز ما کلام و لذت بخش است او فهمیده که ما برای چی خلق شدم او فهمیده ما برای ابدیت خلق شدم او فهمیده ما برای ارتباطی با خدای نامحدود خلق شدم امزو خاطر درو لذت مبر از دستورات خداوند متعال یک نمونه شما بدم زحمت شما تمام یک نمونه باین بولین توخ کنی که در کجا یک انسان حسی عبودیت دا چی دست میده بسیار قد تمام وجود خواهم حسی عبودیت را احساس من دا کجا؟ دا حج دا حج که شما انشاءالله خدا تمام شما رو با معرفت حج نصیب کنه انشاءالله دا حج که شما بورین دا منی حج شما تو خواهم عجیب غریب احکام داره اول خمای از تمام دنیا تو رو کچ منه دا جان تو یک لباسی میده مثل کفن وری لباس دنیا راستو دور منه موگ اگر پرفیوم بزنی باید اگر گوسفند بزنی بدعت است اگر یک دنم پاشه را بگیری اونج بکشی باید اگر گوسفند بدی زیری سایه نباید بوری باید همیشه زیری گرمی باش استراحت ری دنیاوی را لاستو میگره فلان جای باید اینی کار رکنی فلان جای باید اونو کار رکنی خدا برای یک مدت محدود قد دستورات از خود خو کاری مونه که خدا قد دستورات از خود خو این بنده خور میگره از دنیا فول کچ مونه از دنیا کی فل کچ مونا ای بندت قد تمام وجود خو احساس عبودیت خداوند متعال مونا امزو خاطر علمای کی قد کاروان های حج حجات ده حج مورا ما قصه مونا مگه وقتی کی ده حج موری حاجیا مگه عجیب مگه دنبال تو ما حاجی غابو گی انجی ما چی کار کنم انجی دستوری خدا چیه من صفا و مرما مورا در وسط پس تو دبل ناجا ما انجی باید چی کار کنم ای قدم خو باید بال کنم یا نہ کنم حاجی غای نی رنگ خو باید کنم یا نہ کنم وقتی هم کی ده تیم طواف ما خدا در اون جان چیه نمیده اما این در اون جان علم نه عجبه ای دستور است نه با خدا دستور نیه خالی چرخ نه اگر ایگو ایگو دستور مستحبی مگه بودی و با خدا جان تو ریلگ مگه نه ما خوش دارم که بیدانم خدا دستور داده مرا در به در دنبال دستور میگرد یک قدر سخت احکام داره می به می باید تو انجام بدی افتم استراحت تو لازگیر تو میگرد حق نداره زیر سایه بوری امی علما قصه مونه مگه وقتی امی حاجیا حج چی که تمام موشه مگه وقتی که حج تمام میشه مگه اونمون جده صحرای مکه مگه میشنه زار و قطار گریه من وقتی شروع میگه عزیز من تو خوشحال باش آزاد شدی خوشحال باش دیگه دستور نیه خوشحال باش دیگه استراحت میتنی دیگه میتنی پاشا بکشی مثلا هیچ مشکلی وجود نداره مگه نه دل ما برای دستورات خدا تن شده ما تازه فهمیده بودم که عبد خدا بودن چه لذتی داره تازه فهمیده بودم که عبد خدا بودن در بفهمی نه از او باید توبه کدوم منیش لذت پیدا مونه انسان هی از او باید بانه پیدا نه که چیرنگ ما بورم پیش خدا توبه کنم از او باید استغفار کدو باب شواز میشه از او باید مثل امام سجاد وری میشه گناه هم نمونی لیکن دعای ابو حمزه سومالی زار و قطار گریه کد از خدا بخشش میخوای خدای مر ببخش ما خوب وظیفه انجام ندادم خدای ما خوب دستور انجام ندادم مر ببخش خدای دنبال بهانه میگشتی عبد امام سجاد مگم مگم ما قد عبودیت است تو دل من عیش منه این منی دعای ابو حمزه سومالی است مگم یا الهی یا سیدی و مولای عاش قلبی به ذکرک مگم خدای ما قد یادی است تو قلبی از من عیش منه مگم این جملات امام سجاد علیه السلام است و شما تو وقتی چی رنگ استغفار منه امام دنبال بهانه میگرده چی رنگ ما بوریم بارگاه خدا بگم خدایا مرا ببخشو ما خوب دستورات دستور خوب انجام ندادم اونو تیم است که توبه و استغفار برای انسان لذت بخش میشه عزیزان خیلی مناسبت میخوایم شما خیلی وقت شما رو گرفت عزیزان گرامی اگر انسان اهل دستور باشه نه اگر انسان عبد خدا تیار شونه و دستور گوش کردن را شروع کنه البته ایرم شما رو بگم ها
شوائی بادم انشاءاللہ کم انال سر صبح شو کم ذرا بحثائز مو کم ذرا پریکٹیکل مجھا دستورات شو مرمی دی انشاءاللہ سر صبح امو تیم نا پورشنی ٹوپک از مو شروع مجھا این خود دباری حقیقت گناہ بود ٹوپک دیاد شو مباشا ہے ٹوپک ہی اس دکی حقیقت گناہ چی ہے و راہائی دوری از گناہ چی ہے انشاءاللہ سر صبح موری طرف ازو دیم نا پورشنی گناہ کوشش من ٹوپک را بیس کنی دباری شی اگر انسان عزیزانی گرامی اہل دستور گوش کدن شنا نا به خدا امی مشکلات و مسائل و بلاها تحمل شی برای انسان آسان شده مور به خدا آسان مشد اونو تیم شما مفهمین که ابا عبدالله الحسین چرا ده منی گودی قتلگا به شدت آرامش داشته مور راوی مونگا هر چی قصد که عصر عاشورا نزدیکتر شده مورفت اما قدر مونگا چهره امام حسین شادابتر شده مورفت نورانیتر شده مورفت چرا؟ چون ابا عبدالله الحسین ابا عبدالله هست خبر دارین سر امام حسین را ابا عبدالله مگه پدر عبدالله نه اینکه امام حسین علیه السلام به خاطر که یک فرزند در نام عبدالله داشته باشم زو خاطر ابا عبدالله مگه نه امام حسین را مگه پدر تمام عباد خدا چرا ای گبر مگه چون معراج عبودیت امام حسین رسیده امام حسین تمام زندگی خود موی به موی دنبال دستور خدا بود امزو خاطر در گودی قتلگایا اما حسین درو چهرهش نورانی تر شده ریا شاداب تر و آرام تر شده ریا مشکلات تحملش آسان میشه امروز اگر ما یک دن ویرس درو مایا مرا ترس میده و ما درو زندگی من مختل میشه به خاطر چیه؟ به خاطر مزیه که ما متاسفانه اهل دستور گوش کدو نبودم به خاطر مزیه که ما خدای خور نشناختم که چقدر مهربان است ما نشناختم خدای خور ما نسبت به خدای خو بدگمان استم متاسفانه خیالم خدا ده غم از منی مر فراموش کده نه اهل دستور اگر انسان باشی نیتر اهل دستور اگر باشی ریزه ریزه بچیه تو زبات تحمل بر کلانترین بلاهار تحمل میتن ریزه ریزه بچه را اگر تو اهل دستور بار بایده شد با این بورین دا منی سرزمینی کربلا از ابا عبدالله الحسین علیه السلام که دا اوج عبودیت است از اونج گرفته بیا تا ریزه ریزه اولادهای ابا عبدالله الحسین باور کنین انسان مینگرن تعجب منه انسان بابا یک دختری 3 ساله یه دختری 3 ساله یا مگر یک دختری 3 ساله چی قدر تحمل داره تو را خدا اما تو خو امی دختری 3 ساله الله اکبر امی دختری 3 ساله بعد از اینکه دو هوش مایه وقتی که مگر اما جان خو حضرت زینب را میبینه نه آو میخوایشی نه نالمو نپیشی هیچی نمو تا که میبینه مگر اما جان امو چادر شما دا کجا اما جان حجابی برو رفتو والا شما کجا ہے چرا این سوال را بنا رخیه 3 ساله یا بابت اللہ چون غرقی در او بودیه تا چون امام حسین او را اهل دستور گوش کدن بارا ارده الله اکبر ما از محضر پدرها معذرت میخواییم امشاو دختر دیزر که مگه گوشای شد که سلاخ کنی مگه اولین بار که میخوایی گوشواره ده گوشی کنی مگه او زخم شد درد مونه مگه مادر تحمل نمیتنه مگه پیش بابیش رینه برو مگه بابی تو گوشواره ده گوشتو کن بابیش هم وقتی میخوایی گوشواره ده گوشی کنه هی ناز میده شده دختر عزیزم این حالی تمام بشه این حالی درد تو ختم میشه دخترم یک ذره دیگه تحمل کن این حالی ختم میشه ناز داده اور ختم مونه اما عزادارا در روزش در شام غریبا دختر 3 ساله حسین هرچی اونا نجیب را گفت خود ما گوشواره ها را تو را میدم خود ما تو را میدم اما نا نجیب گوشواره ها را کش کنک گوشی رو قیه پاره شدک گوشواره را چی بودی نا نجیب دختر 3 ساله آخر دختر از خود خورا وعده سوقات دادم مورم دختر حسین را خوالت مونم سوقات چرا برای از تو مایرم ای کاش در غارت گوشواره ها اکتفا مکدک
رقیه عجیب قد بابا وابسته بود. دختر بابایا کاروان اسرا را افتاد. مگر رقیه از بس دنبال بابا بودک از کاروان پس ممنه. زینب کبرا سلام الله علیها مگر شدت خستگی و بلاها خواب رفته بود دامن محمل. یک مرتبه مده وقت زینب کبرا از خواب بیدار موشه میبینه رقیه نیه من یک محمل. خدای رقیه کجا شد؟ وا ویلاه یادگار برادر کجا شد؟ گم کدم یادگار برادر؟ ما یه ساربان نمده یک دنه دختر گم شده تو را خدا باریم پیدا کن شده. ساربان کیه؟ ساربان کیه؟ ساربان قاتل بابه رقیه. ساربان شیم رسته. حالی شمر میخواهی یک آدم رو دنبال دختری سه ساله رایی کنه. یک دن سپایی رو مگو فلانی تو برو پیدا کنو. این سپایی در عین حالی که بد اخلاق است خسته شده مای مگو فلانی مام خسته است تو نگو کسی دیگر رو بگی مگو نما تو رو آدار بیدم تو برو پیدا کنو. حالا شما یک لازم تصور کنیم یک دن سپایی بد اخلاق یک دن سپایی خسته یک دن سپایی به حوصله میخواهی برو دختری سه ساله پیدا کنه. دادا میرا قلع از خود چی مولا خدا قلع دادی سای منعی. یک دفعه که مولا مای نزدیک موشه منگرمه یک دنه دختر زیر بوچه خار در اون ارزا منع در اون میل ارزا تا میبینه یک آدم نایا دستان خود انتر میگره تو نه خدا برای نزن از شب تابالی برای در اون میزن تو نزن برای ما فقط بابا میخوایم تو نه خدا نزن. اما آیا گوش بنا بد اخلاق بی حوصل آیا هرچی رو خیلی دستای خودی بید بنا نزن. اما مگه چنان سیلی میزنا تا چند افتا جای انگوشتری جای انگوشتری برای صورت یک دختر سه ساله بملا اجر و کمال الله عزادارا. زیاد خود ننمیتن اما بس یک جمله است عزادارا. امی دختر مای رایل ده شامی غریبا ده منیل خرابه شام بس چند جمله یه دیگه سال زنده باشیم یا نباشیم دیگه سال ما بیتنیم پرسا بیریم امام حسین یا نه دیگه سال ما بیتنیم اسم سال را یاد کنیم یا نه. من خرابه شام مگه وقت مختصر کنم برای شما مگه وقتی که سر مریده حسین یا مای را برای بغل رقیه میله دو قول داره. یک قول مگه رقیه تا که میگه سر بریده بابا رو میگل نه این چی نمگه اون منجا شهید موشه اون منجا مفته مگه. اما یک قول میگه راوی مگه تا رقیه سر بابا رو میگل نه مگه شروع منه ناز دادن سر بابا رو نخشون کدن شروع منه درد دل کدن. ای بابا حسین بابا حسین به خرابه خوش آمدی بابا حسین درد دل های دارم بابا حسین در راه نبودی از بلی شطور افتادم اندم که من از ناقه افتادم و غش کردم بابا تو کجا بودی از ما تو جدا بودی. بابا میرے بھنے دربار علم زیاد بردہ مدن بابا درباریاں شراب مخوردن طرف از بردن اندم که مرا دشمن فرمان کنیزی داد بابا تو کجا بودی از ما تو جدا بودی. بابا یک دنیشن فرمان کنیزی داد بابا تو کجا بودی. شاید امام حسین سری بوریدهش جواب داده باشه اندم که تو را دشمن فرمان کنیزی داد در تشت طلا بودم مشغول دعا بودم. راوی مگه مختی سر امام حسین برای تشت طلا بودن مگه چیمای امام حسین واز بود ولی خدایا کرامت داره مگه تمام را در اون نگاه مکدک. راوی مگه دانه دانه دختر حسین نگاه مکدک در حسین میدانه چه کار موشه. اما راوی مگه تاکه مگه چیمای حسین برای زینب بفته چیمای حسین درد موشه یعنی چی؟ یعنی خواهم زینب حسین شرمندت. خواهرم زینب برادر
گلشن بن گیا چرا چون ہر جای خواستن رقیه از تازیانه بزنه زینب سپر بشده خواست آبیت را از خیمه ها ببره زینب منه آتیش را خوهرام حسین شرمنده الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب پروردگارا تو را به حق گوشهای پاره پاره از رقیه حسین خدا تو را به حق پهلوی زخمی رقیه قسم سر بابا را که دید گفت بابا ببین چه قدر شبیه مادر تو شدو بابا ما شنیدم مادر شما آخرای عمر از دیوال را گرفت در آمورا بابا بیا ببین رقیه تو از دیوال خرابا گرفت در آمورا بابا بابا شنیدم نبنه کوچا روی بوری امو حسن مادر شما رسیلی زدن بابا بیا ببین رقیه رسیلی زدن بابا بیا ببین جایی انگوشتر نانا جیب منده پروردگارا به حق سساله ابا عبدالله الحسین تعجیل در فرج آقای امام زمان بفرما خدایا به حق سساله ابا عبدالله الحسین با مغفرت گناهان منقلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان پروردگارا به حق رقیه حسین مریض های همه مؤمنین مؤمنات مریضان مورد نظر سفارش شده ها جمع حاضر اگر خدای نکرده مریضی درن خدای شفای کامل و عاجل عنایت بفرما پروردگارا به حق رقیه بنت الحسین گناهان کبیره و صغیره پدران مادران ذوی الحقوق اساتید جمع حاضر بنده حقیر ببخش و بیامرز پروردگارا به حق رقیه بنت الحسین علیها السلام مشکلات مسائل گرفتاری های همه مؤمنین مؤمنات ملتمسین دعا جمع حاضر برطرف بگردان پروردگارا به حق حضرت رقیه سلام الله علیها عزاداران سید الشهدا در سرتاسر عالم بلخص در مملکت عزیز پاکستان در حفظ و امان خودت نگهدار پروردگارا به حق حضرت رقیه سلام الله علیها کسانی که به اولاد هستند خداوندا به حق حضرت رقیه سلام الله علیها اولاد صحیح و سالم نصیب آنها بفرما پروردگارا به حق حضرت رقیه سلام الله علیها جوانهای ما را در راه خودت هدایت بفرما پروردگارا به حق رقیه بنت حسین همه بشریت را همه مسلمان ها بلخص شیعان و محبین اهل بیت از شر از وایرس منحوس نجات بده پروردگارا به حق حضرت رقیه سلام الله علیها مشکلات ازدواج جوانان ما را برطرف بگردان پروردگارا تو را به حق حضرت رقیه سلام الله علیها قسم همه ما را توفیق ترک معصیت و گناه عنایت بفرما پروردگارا به حق حضرت رقیه سلام الله علیها حجاب و عفاف خواهران ما را محفوظ بدار پروردگارا به حق حضرت رقیه سلام الله علیها رزق روزی واسع و حلال نصیب همه مؤمنین مؤمنات ملتمسین دعا جمع حاضر عنایت بفرما پروردگارا به حق حضرت رقیه سلام الله علیها هر چیز زودتر همه مؤمنین مؤمنات را بلخص جمع حاضر و بنده حقیر را با معرفت زیارات عتبات عالیات نصیب بفرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.